سهم من از جهان دو سه روزی نبود بیش، گهی در تلاش و گهی در پی سراب گذشت. بس خسته بال پریدم به گرد خانه دل، به گرد خانه خیش، بالم شکست آخر و دور شباب گذشت. هرگز به آستان کسی خم نگشتم، بارم به دوش گرچه ز حد نصاب گذشت. پشت ورزشگاه شماره 3 شهواز یه زمین بود و من یه کم کم یاد گرفته بودم و یه تیم درست کردیم به نام عقاب و هر کی هم میاد اینجا بازی میکنه اگر به بازی باید امضا بده. خیلی جالب بود، کاری نداریم، امضا که نمیدادن. شروع شد تا اینکه من رفتم، بعدی که درسم تموم شد رفتم، هر فوتبالیستی رو یه جا استخدام میکردم و در دفاع ما رو گرفتن و دفاع خدا رحمت کنه یه دوتی داشتم منوچهر آقاجانی، گفتم از من تو قسمت بازی میکردم، گفت بیا من تو رو ببرم پیش آقای امیراصفی. اینجوری کاشف شما آقای امیراصفیه؟ بله، من برد پیش آقای امیراصفی. اول آن ببخشید، اول تو 400 دستگاه ببخشید من ذهنم یاری نمیکنه، اول رفتم 400 دستگاه با اصغر شرفی منو برد. اصغرم با ما هم چه بود ببخشید، من آنتی پرانتز به قول شما. حسن آقا بود، حسن حبیبی بود، گودرز بود، حالا گودرز چه کوچیکتر بود، امیر عبدی خدا بیامرز بود، فریبرز خدا بیامرز، همه باید بگیم خدا بیامرز. ما اونجا نوجوانان جوانان نبود، میگفتن خردسالان. ما تو تهران اول شدیم که عکسش هم اونجا هست. اسم تیمتون؟ اسم تیممون هم تیم 400 دستگاه بود. و بعد از اون بود که منوچهر آقاجانی من رو برد خدمت آقای امیراصف، خدا رحمتش کنه، یک انسان شریف والا، یک مرد با اخلاق، با صفت و با فوتبال. به من گفت لخ شو. من که لخ شدم و اون موقع نمیدونم شما خاطرتون هست نه، 5 نفر از شاهین به اصطلاح جدا شده بودن، اومده بودن تیمی که مثل حجری، مثل علموتی. چرا جدا شده بودن؟ نمیدونم، حالا اون موقع اون زمانم چه اختلافایی بوده، من که دیگه به ذهن جوانیمون نمیرسید. با وجود این بزرگان، آقای امیراصف بازی دوم، بازی با دارایی، البته استادم بود، اگر زنده است توفیق داشته باشه، و اگرم فوت کردن خدا رحمتشون کنه، آقای علموتی گلش منو گذاشت تو گل جلو دارایی، جلوی ناصر ناموز و نوریان و اینا. خلاص ما بازی رو مساوی کردیم و بالاخره امیر خان گفت بیا. و یه روز به من گفتش، فرمودن که جمعه ساک بیار امجدی آقا فکری تو رو خواسته. گفتم آقا منو برای تیم ملی؟ حسین فکری گفت آره. اصلا باورم نمیتونستم بشه. چه سالی؟ سال 41 بود دیگه. آره دیگه 41 بود، 40 41. ببخشین تو رو خدا، ولی بعد از هزاران کیلومتر، کیلومترها مطرح نیست، سانت‌های قلبی و معنوی مطرحه که بتونی ارتباط برقرار کنی. و ایشون غلام وفاخا از آمریکا زنگ میزنه، فرامد جون تلفن دی گرفتم فنا. وفاخا یکی از انسان‌های بسیار، چون داریم میریم دید از دور فرمودین، و یکی از بزرگان دیگه که به من محبت داره و زنگ میزنه آقای هوشنگ دیدوانه. من سوالم از فدراسیون فوتبال اینه که آقای تاج کجا رفتن سبکبالان ساحل ها؟ کجا رفتن این بزرگانی که با مناعت و شرافت و جوانمردی بدون اینکه دستشون رو دراز کنن فقط سینه‌شون رو جلو میدادن، سرشون رو بالا میگرفتن، کجا رفتن؟ کمیته پیشکسوتان یا آقای دکتر دادخان که پیوسته در کبیر خاطرم یادش بخیر باد درست کردن. روز اولی که ایشون دفعه اول تشریف آوردن، روز بعد ما رو اخراج کردن با یک، اصلا شما همایون بهزادی، جاسمیان و من. آیا این اتاق کوچیک اون گوشه کاری هست؟ 112 تا اسم من داشتم از بزرگان، هر کی کاری داشت، چیزی داشت. ببخشید من این رو خودستایی نیست، یه بچه بیگناه اعدامی رو ما تونستیم نجاتش بدیم.
195 میلیون تومان دیگه هست این خانم، اگه خواستین تلفن چه بهتون میدم. میگه اول پسرم شمایی بعد محمده. من نمیخوام ذهنیت رو به باور برسونم، ولی چون میگفتن ببخشید اینا شهربانی چی هن؟ معذرت میخوام، پاس مربوط به شهربانی بود دیگه، سرنگ تیمسار صادقی بود، اصولایی بود اینا. ما 9 تا تماشاچی داشتیم. این 9 تا هم افسر راهنمای رانندگی بودن که می اومدن. 30,000 تا 35,000 تا بودن. من اول ترسم که اون توپم که میدونید که گلر خودش باید میرفت می آورد. از ترسم به اون شاهین بود، هنوز پرسپولیس نیومده بود. تعظیم میکردم یه گل با خودی یا گفتم چشم. یعنی حالت این بود. ببینید زیبایی ها هیچ وقت فراموش نمیشه. من حتی اگر اونها اون طرفدارای بختیار متعصب شاهین بعد شد که رفتن اینها پیش آقای خیامی، باز 5 تا از ایران باز نرفتم تو تیم آقای خیامی، از جمله همایون و چیز آدیوان اینا، جاسمیان هم مثل رفت و خالص خدا رحمتشون کنه. و بعد عبدو میره پیش آقای خیامی، میگه آقا تو این کاره نیستی، پولم داری ولی تیم داری، باید ماشین بسازی. میاره اینا رو پرسپولیس، همین جایی بره که الان شده باش. آره ولی خب من حرفم اینه، چرا پاس طرفدار نداشت هیچ وقت؟ نه هیچ وقت نبود، ولی بعدن یه تعدادی شدن. چرا که رایکوف میتوانست و میدانست این بود که نفوذ معنوی میکرد تو بچه ها. میگفت من اینا رو همه جور به قول خودش اینا رو آنالیز کردم و میشناسم و میدونم باشون. هر کسی رو میبرد تو اتاق خودش، نمیدونم چه نجوایی میخون، منم بغلش نشسته بودم. به من میگفت شما پیر بازی کن، به اصطلاح یعنی بازی کنی، بغلش نشسته بودم. بسیار آدم اندیشمندی بود. این است که من دارم میگم یه مربی میتونه چقدر تاثیرپذیر باشه. تیم اسرائیل هم یادتون باشه اون بزرگانشون بودن. بله. اول هم نمیخواستیم بازی کنیم. جدی بچی؟ بله بله. اول هم نمیخواستیم بازی کنیم. از تهران زنگ زدن. گفتن که شیخانم بود به نظرم. بله آقای شیخانم بود. تصمیم گرفتیم بازی نکنم بچه‌ها، ولی گفتن که باید بازی کنیم. من فکر می‌کنم این که میگید برای تیم ملیه که صحبت میشه که بازی نشه و بله برای تیم ملی بود، برای تاج نبوده. برای تاج چون نبود. تاج تو امجدیه بوده تو بازی. امجدیه بود. آره. بله ببخشید. اسرائیل هم تو امجدیه بود، تیم ملی هم تو امجدیه. آره اون برای تیم ملی اون چیزی که حالا من شنیدم نمیدونم چقدر درسته، میگن که ماجرای بوده الغانیان بازی قبلی شد کارای کرده بوده و اینا سر اون بوده. حالا دوست داشتی تعریف کنید؟ دوست نداشتی؟ نه ببین پسرم، فوتبال هنوز به طور خاص مثل امروز نشده بود. ببخشید فوتبال یه چیزی تو دل مردم بود و همون هورای و نمیگم نمیدونست، چون ببینید اون چیزی که امروز شما وقتی تلویزیون میذارید گل رونالدو هم چی بود، کجا رفت، گل چی 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 چی، این توسعه نبود. و بنابراین به هر حال صحبتایی هم بود، میگفتن نه الغانی هم فهم. ما که نه الغانی هم رو میشناختیم نه میدونید مثلا کی هست، ولی به هر حال بچه ها غیرت کردن واقعا. من چون به اون تیم گل زدن هم سخت بود، با اون گلر بزرگ ویساکر. خسروانی این اماکن رو ساخت. اینا فیزیکی بود. ولی قلبیش رو من خبر ندارم که چرا با آقای فکری. یک حالتی بود از بین باشگاه تهران جوان و تاج، اون زمان آقای فکری تهران جوان. و باشگاه تهران جوان ایشون بست در ایستگاه بهنام. ماشاءالله شما چقدر باهوشید. و برقش هم قطع بود. ما میرفتیم خدمت آقای فکری. چی برقش رو قطع کرد؟ خسروانی قطع کرده بود دیگه، پس چی قطع کرده بود؟ چرا باید این کارو بکنه؟ یه چراغ گردسوز بود، میشستیم یه چایی هم آقای فکری بعد این چیزا درست میگرد میخوادیم. خونهشون لاله‌زارنو بود، خانومش هم مریض احوال بود، اینایی که من میدونم. ما پیاده میامدیم ببخشید ماشینای آنچنانی هم که نبود که
مدلاش رو برو خواهم بکشن میامدیم آقا فکیه میرسوندیم و بچه ها میامدن و بعد هم بعد میگشتیم و هر کدوم به طرف خونمون با مکنوناتی که داشتیم. بله من فکری رو آقا فکیه حق میگردن من داشت و اگه خوستوانی میگم میگم خوستوانی اینا رو ساخت ولی معنویتش رو نه. آخه ببین یه دعوایی مثلا این دو نفر با هم دارن و ما میپرسیم برای اینکه ببینیم کسی میدونه مشکل اینا از کجا بوده. من ببخشید خیلی عذر میخوام، مثل که به آقای فکری یک تهمتی زده بودن که ایشون توده‌ای هن. تهمت نبوده که ظاهرن بودن. نه ببینید آخه اینکه بودن رو شما باید به اینه ببینید، مثلا ببینید با سران مثلا حزب توده با کی ما که چیزی نیده بودیم، شاید هم در اون حد و اندازه نبودیم که بدونیم، ولی اینجوری که میگفتن با این طریق. ببینید دنبال بهانه گشتن کاری نداره، راحت. آخه حسین فکری حتی اگه توده‌ای هم بوده باشه در رژیم سابق سرمربی تیم ملی بوده، سرمربی پرسپولیس بوده، زحمت کشید. یعنی اینجوری نبوده که اگه باوری هم به حزب توده داشته چجوری نبوده که حالا از یه سری منافع محروم شده باشه. آفرین. یعنی اون کارش رو میکرده. یعنی حتی اگه یعنی میخوام بگم اگه مشکل فقط توده‌ای بودنش بوده چرا باید با خسروانی مشکل داشته باشه؟ چرا با اونای دیوش مشکل نداشتن؟ خب همون پس یه مشکل باید احتمالا چیز دیگه باشه دعوای این دو نفر. دیگه من دیگه در این موردش رو نمیدونم و اجازه بدید. حالا شما هم اجازه بدید من قبل باور نکنم شما هیچی در این باره نمیدونید. بله به هر حال گذشت. یکی اون بود، یکم حالا در ببینید دومیش این بود؟ آقا فکری گفتین که باشگاه تاج بس. بله خب نه یکیش این بود، دومیش این بود؟ اون بود که باشگاه تهران جوان بس. تهران جوان حالا من شنیدم حتی ماجرا چیز دیگه یه دستور بالا میاد سر بازی شاهین و اینا بوده. حالا به هر حال انگیزش هم ببینید میگفتن کی گفت و چی شنیدی؟ وقتی خسروانی میگفتن نمیدونم همه کار شاه و فلان و بیساره با یک آدم معمولی‌تر فرق می‌کرد پسرم. ببینید گویایی پویایی حالا من شنیدم که حتی بعد از انقلاب حسین فکری برای دستگیری خسروانی حتی یه چیزی عجیبش هم به عنوان جایزه می‌ذاره، یعنی اینقدر این کینه عمیق بوده. ببینید من نمی‌دونم ولی من باور نمی‌کنم. حالا برای من قابل باور نیست. آقا فکری آدم با گذشتی بود. حالا این که میگم پول، آقا فکری پول نداشت. چرا باشگاه تاجمون حرکت؟ این ادامتی بود که آقا فکری تو سینه‌اش لابد داشته دیگه که آمده. و خیلی هم با گذشت نبوده. نه. از نظر فوتبالی من دارم میگم خیلی خوب بود. ولی از نظر من متوجهم به مربی شما ما در اون اندازه ها نبودیم که بتونیم در مکنونات اینها نفوذ بکنیم. اینو شما از من قبول کنید. یه بچه مثلا 24 5 ساله من یا 28 ساله ما سواد سیاسی نداشتیم. سوادمون فقط فوتبال بود. توپ تو گل نره. توپ اومد تو 18 متر بر عزیزم رفت. حالا من که با برمه بودم یه بازی هم من با برمه بودم از 6 متری زد تو زاویه و توپ های ما هم نرفت تو گل. نه گل دقیقا چی میگن اشتباه از اصلی بوده. دروازه رو ول کرد رفت سراغ فکر کرد خط 18 متر به قول ما. 18 قدم. رفت بیرون دستت یک کاری هم نداشت که برم اون آقا من برم از اومده بیرون و بعد اون هم توپ سان کرد اصلا رفت تو گل دیگه توپه و شما گریه اون شب ما رو نمیتونین که میتونین تصور کنین که وقتی مدال رو میخواستم بدن الان اینجا هست حکمش هست میخوایم بهتون نشون بدم سیکس ایشن گیمز بانکوک 1966 آقای دیدمان به من گفت فرامرز برو مشهد گفتم چشم اینکه میگم آقای دیدوان انسانش اینکه ابو مسلم بود شما بعدا رفتید بله ابو مسلم ما درست کردیم آه یعنی شما جزء مؤسسی بله بله بپرسید آقای زمان آقای جعفریان بود چه سالی؟ سال که بعد کلاس بیرون مللی که ما آمدیم 43 بود دیگه 44 بود کرامه رو مد نمیدونم همین چی افسو ساقا بود به هر حال بعد رفتم که بوشا اصلا که میشه شما خودتون موقع بازی مگه نمی‌کردید؟ نه دیگه تا ببخشید 50 و
دهه 50 53 4 ببخشید 53 4 شما فوتبال گذاشتید کنار رفتید ابو مسلم رو ساختید. این مال کودت سنه ها. نه خیلی عالیه، ما تا اینجاش هم به نظر من شما خوب حافظتون الحمدلله خیلی خوب بود. من میگم 44 44 54 ببخشید. یعنی شما جزء مؤسسین باشگاه ابو مسلم هستید. بودیم اونجا، ولی برادر ماجرانی هم خیلی زحمت کشید برای ابو مسلم، ولی خود حشمت هم زحمت کشید، ولی وقتی برادرش رفت ابو مسلم هم مثل بیادی تیما رفت. چون دیگه ببینید هنوز مثل الان جا نیفتاده بود فوتبال من. تو شهرستان ها تو اینها پرویز خان زیر بار حرف نمیرفت، سفارش بکنی که زلیر بردار حسین رو بذار نبود. بعد از اون سفری هم که اومدم پرویز خان، اولین سفری که تیم ملی رفت به پاکستان که در خدمتشون بودم و چند تا بازی هم که افتخار داشتم ازشون اجازه گرفتم پشت سرشون در اولین بازی ملی من پشت سر پرویز خان رفتم، هیچ وقت یادم نمیاد. ولی یک حالت شاید بگم درون ایشون هم یه خواص خاص خودش بود، یه مقداری زیر بار حرف نمی‌رفت. مطابق من میگم فلانیزی این حرف چه حرفی باشه، چه گویایی، چه پویشی داشته باشه باید قبول کرد. پرویز قیلیچ خانی و خیلی ها میگن بهترین بازیکن تاریخ ایران، چرا؟ شما بگید چرا؟ ببینید اراده میشرد، این یک درونی بود که ایش فرمون میداد. چقدر مونده بازی بود توی من با عنوان خبرنگار رفت ببخشید میگم شما که بوده پام خراب بود، گفتم 5 دقیقه از دفاع توپو برداشت رفت گلر هم دریبل کرد زد تو گل، گل دوم هم با یک دو کرد با جواد غورا با تاج تو بادی شد 2-1. ما تاج بودید. بله این درون فوتبالیش بود. همایون هم البته خوب بود. من شما ببینید پاسیا چون اون والور اجتماعی رو از نظر مردم والور داشتند، تعریف و تمجید بود، ولی دوستیه اونجوری نبود. مثلا محمد رنجبر میگفت تو ازت رد بشه، ازم رد بشه کلکت کنده است. من نمیخوام از خودم بگم ببخشید این بدنی که شما توی آسمون میبینید اونجوری داره میاد پایین، ما مثلا ببخشید غذاهای الان و استیکا و فلان این خبرها نبود، سفره خانواده بود. تو باید درونت باید پاک و پاکیزه بشه. عابدزاده باش کار کردید شما؟ باش کار نکردم ولی باش خیلی صحبت کردم. اون صحبتی که عابدزاده با من کرده تاریخیه. عابدزاده راجع به من صحبت تعریف کرده، من تعریفی نیستم، ولی اینقدر این منویاتش بالاست. یه چیزی راجع به پسرش بگم، من مدرسه فوتبالم تو مجموعه انقلاب بود، شما میدونی که تو این دانشگاه هم بود، میامد و اما آقای عابدزاده هنوز پسرش کوچیک‌تر بود، من کنار زمین گفتم شما داخل زمین و کنار زمین مال شما، با این بچه شروع میکرد کار کردن. یه روز بهش گفتم، گفت عمو زلی من اینو اینجا نمیذارمش، من اینو دارم کار میکنم و میبرمش و بردش و موفقم شد. این اندیشه یک عابدزاده نمونه ندار. اگه از من میپرسید نمونه ندارم.